درود و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های سیمای پارسه یا تصویر پارسه. خدمتون عرض کنم امروز در رابطه با کشور کنونی ایران یعنی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و شباهتی که حکومت جمهوری اسلامی با اسلامیانی که در گذشته در دوران ترکان غوز در دوره سلجوقیان که اسلامی بودند و ترکان و کشور حکومت میکردند بسیار متعصب و اسلامی بودند و در اون دوره واقعی یورش غوزها به ایران یا غوزان به ایران در دوره سلجوقی و کشتن سلطان سنجر و دست تخریب پایتخت ایران سلجوقی یعنی در اصفهان که با خونهای بسیاری از ایرانیان همراه میشه و نویسندگان ایرانی که در اون دوران زندگی میکردند بسیار طرفدار ایران و ایرانی بودند. یکی از آنها انوری شاعر و قصیده سرای معروف به نام انوری. انوری دیوان اشعار داره و قصائد زیادی داره، غزل داره، یکی از بهترین شاعران، شاید بتوان گفت یکی از بهترین شاعران ایرانی است که در اون دوران میزیست در دوره سلجوقیان و خصوصا غوزها، ترکان غوز. شعرهای بسیاری از ظلم و ستم و گرفتاری هایی که مسلمانان در اون دوره حالا غیر از اعراب که بر ایران حکومت می کردن جنایت های بسیاری کردن، حتی ایرانیانی که مسلمان شده بودند در دوره سلجوقی بسیار به ایران و مردم ایران جفا کردند، خیانت کردند، آدم کشتند. مثل الان که جمهوری اسلامی بعد از حکومت پادشاهی در سال 57 آمد و کشور ایران رو با اسلامی کردن یادآور اون دوران رو زنده کرده، یعنی زنده کردن دوران وحشیگری که اعراب بودند و بعدش هم مسلمانان ترکی که بر ایران حکومت میکردند. بحث ما مسئله ترک زبان بودن و ایرانی بودن و فارسی اینها نیست، مسئله همه ایرانی هستند، اما آدمهایی که به اسلام روی میآورند و اسلام و مسلمانی رو برتر از کشور، برتر از نژاد و برتر از هر چیزی میدانند خطرناکند. در اینجا یکی از شعرهای انوری که در اون دوران میزیسته یک شعر داره که این شعر دقیقا شرایط کنونی ایران رو تصویر میکنه. اگر این شعر رو گوش بدید میبینید که چگونه الان جمهوری اسلامی تاریخ رو تکرار کرده که در گذشته بوده، در حکومت‌های دیگری هم در درصد این چنین بوده. انوری یک شعر داره، این شعر رو براتون یه دوست ایرانی شعر رو تحلیل کرده، من اینجا براتون میذارم. یک چکامه مردمی هست از انوری، یک تابلو کامل از اوضاع اواخر سال 548 هجری قمری است. چون در اون دوره انوری میزیست قرن پنجم و ششم، 548 هجری قمری است که ایران به دست ترکان غوز ایران شد. اینقدر آدم کشتن، اینقدر ویران کردن که بر عقیده که داشتن اون اسلام بود رو به کرسی بنشانند. مثل الان که خامنه ای این کار داره میکنه، خمینی کرد. حالا در اینجا این شعر رو براتون میگذارم، گوش بدید و تا آخرش هم گوش بدید ببینید چگونه تاریخ تکرار میشه. الان ایران به دست جمهوری اسلامی داره نابود میشه و یک دورانی هم در دوران سلجوقیان در سال 548 هجری قمری دقیقاً این وقایع رخ داد. در اون دوران نه صنعتی بود، نه پیشرفتی بود، نه علمی بود، ولی الان که در قرن 21 هستیم چرا با این همه تجهیزاتی که هست، علم و دانش و فرهنگ و همه چی پیشرفت کرده، تکنولوژی، الان چرا باید اینها در خدمت اسلام و مسلمانان باشند که نابود کننده بشه؟ اسلام و مسلمان یک عقیده است، هر کی میتونه که عقیده داشته باشه. بحث ما عقیده نیست، بحث نگاهی که به اون عقیده میشه و ازش سوء استفاده میشه بر جهت ویران کردن زندگی مردم. به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه ای مقطع آن درد دل و سوز جگر. قصه اهل خراسان بشنو از سر لطف، چون شنیدی
ز سر رم بر ایشان بنگر. چه التماسی، وای وای. خبرت هست که از هرچی در او خیری بود در همه ایران امروز نمانده است اثر؟ میدونی ایران ویران شد؟ خبرت هست که از این زیر و زبر شوم غزان نیست یک پیز خراسان که نشد زیر و زبر؟ میدونی حتی یک ساختمان سی سالم نمونده توی مملکت؟ بر بزرگان زمانه شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته لعیمان مهتر. ای بابا اون زمان که ای بای داستانی ها، هرچی آدم های پست بی پدر مادر بودن. میگه این شعر میگه مال کیه؟ 548 هجری قمری، 900 سال قبل. ای خدا هرچی بی پدر مادر بود بر مردم سالار و امیر شد. شاد الا به در مرگ نبینی مردم. مردم فقط از مرگ شادی میکنن که از دست این زندگی و نکبتی راحت شده باشن. بکر جز در شکم مام نبینی دختر. یا خدا هیچ دختری پیدا نمی کنی از دست این متجاوزین ترکمن غز ستمگر اشغالگر که تجاوز نشده باشه. بگه بچه فقط در شکم مادر دختر اگه هست بکر، بقیه دیگه بگذاریم. مسجد جامع در هر شهر ستون خیمه برش کن. بعد در خراسان نه خطیب از کنون نه منبر بماند. کشت فرزند گرامی را گر ناگهان بیند از بیم خروشید نیارد مادر. مادر ناگهان ببینه بچهش مرده، جرأت نمی کنه برای بچهش فریاد بزنه، گریه بکنه. گریه بر مرگ فرزند ممنوع، گریه بر سر قبر فرزند رفتن ممنوع. حرف نزن، بچه تو گرفتن کشتن غزا، غزای شوم. تو نباید حرف بزنی، مادرم هستی نباید گریه بکنی. چشم خلق را زین غم فریاد رس، ای شاه نژاد ملک را زین ستم آزاد کنه. ای پاک سیر، آقای انوری به عنوان بلندگوی این ملت داره فریاد میزنه، میگه ای سلطان سمرقند که تو هم ترک نژادی، تو بیا به داد ایران برس که ترک دیگری به نام ترکمن غوز اومده ترک سلجوقی رو گرفته، شاهش رو زندانی کرده، ما رو اینجور اسیر کرده. بیا ما رو از دست این ترک غوز نجات بده، دست همون ترک سلجوقی بده. یا خدا که کنی فارغ و آسوده دل خلق خدا، زین فرومای غوز شومپه غارتگر. رحم کن رحم بر آن قوم که نفوت شب و روز، در مصیبتشون جز نوهگری کار دیگر. خب معلومه دیگه، خواب بودین و مملکتتون رو دادین دست بیگانه، خب حالا باید نوهگری بکنین دیگه، بزن بر سر دیگه. رحم کن رحم بر آن قوم که رسوا و گشته، از پس آن که به مستوری بودن سمد. یعنی از بس با در حجاب و پاک دامنی آوازه داشتن حالا رسوا شدن. بهره‌ای باید از عدل تو نیز ایران را، گدایی داره میکنه از یک بیگانه برای اینکه تو بیا در ایران عدلی. ای خدا گرچه ویران شده بیرون ز جهانش مشمر. این یک چکامه، یک شعری است از بزرگترین شاعر اون زمان، یکی از بزرگترین به نام انوری، مشهوره به عنوان بلندگوی یک ملت، داره فریاد یک ملت رو حالا به گوش یکی دیگه میرسونه، نمیاد به گوش خودش و ملتش برسونه که خودشون رو آزاد بکنن. فریاد میزنه که تو بیا منو نجات بده، که نشد، که نشد، که نتونستن، که نیامدن، که باز هم آمدن ایران رو اشغال کردن. بگذاریم، چه درد بی درمونی داره این مملکت، درمون نمیشه.